سلام به مجله سلامتی دکتر نیما خوش اومدید. من دکتر نیما هستم، پزشک عمومی. حجم مغز پستانداران به خصوص انسان‌ها با افزایش سن کاهش پیدا می‌کنه. در این بین بعضی از اجزای مغز مثل اجزایی که مربوط به حافظه و یادگیری هستن حجم بیشتری رو از دست میدن. به این فرایند به طور کلی میگیم زوال عقل. تا به امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، تنها راه پیشگیری و کند کردن روند پیری مغز ورزش کردنه، چون باعث میشه مواد غذایی و اکسیژن بیشتری به سلولهای مغزی برسن. اما هنوز نمیدونیم که چطور باید ورزش کنیم که بیشترین رشد رو در مغز، مخصوصا در بخشهای حافظه و یادگیری داشته باشیم. خیلی ها میگن که ما پیاده روی میکنیم، آیا این کافیه؟ ورزشی مثل یوگا آیا برای رشد مغز و جوان نگه داشتن مغز کافیه؟ شدت یک ورزش چقدر باید باشه؟ چند دقیقه در هفته باید ورزش کنیم؟ این سوالاتی است که تا به امروز جوابهای خوبی براش نداشتیم. اما همین هفته یک تحقیق جدید توی استرالیا انجام شده که به این سوالات ما پاسخ میده. البته که تحقیقات دیگه‌ای در این زمینه شده و من راجع به یکی از بهتریناشون قبلا یک ویدیو ساختم و راجع به صحبت کردیم و کامل بررسی کردیم، اما این تحقیق جدید نمیخواد بگه که چه ورزشی انجام بدیم که تأثیر خوبی داشته باشه، بلکه میخواد بگه که چطور ورزش مورد علاقمون رو طوری انجام بدیم که بیشترین تأثیر رو روی رشد مغز و افزایش قدرت حافظه و یادگیری داشته باشه، که من بهتون کاملا آموزش میدم که چطور بتونید اون تکنیک رو روی ورزش خودتون پیاده کنید. نکته خیلی مثبت و جالب که از نتایج این تحقیق حاصل شده اینه که تأثیرات ورزش روی رشد مغز بسیار موندگار هستن و مدت طولانی تأثیرات مثبت باقی میمونه. تو این آزمایش 150 نفر در رنج سنی 65 تا 85 سال رو انتخاب کردن و به سه گروه ورزشی تقسیم بندیشون کردن. گروه اول گروه ورزش سبک یا LIT. متد ورزشی این گروه شامل 10 دقیقه گرم کردن و 30 دقیقه تمرینات کششی و تعادلی میشد، به صورتی که ضربان قلبشون به 50% حد اکثر ضربان قلبشون برسه. حد اکثر ضربان قلب چطور محاسبه میشه؟ این عدد بر اساس سن محاسبه میشه. فقط کافیه سنتون رو منهای عدد 220 بکنید و عددی که به دست میاد حد اکثر توان ضربان قلبتونه. مثلا برای یک آدم 20 ساله این عدد 200 و برای آدمی که 40 سالشه این عدد 180. گروه دوم گروه ورزشی متوسط یا MIT بودن که متد ورزشیشون شامل 10 دقیقه گرم کردن و 30 دقیقه پیاده روی روی تردمیل میشد، به صورتی که حداکثر ضربان قلبشون به 70% توانشون برسه. و گروه سوم گروه ورزش شدید بود یا HIIT که مخفف های اینتنسیتی اینتروال ترینینگ هستش و یه خورده متد ورزشیشون متفاوت بود. این افراد بعد از 10 دقیقه گرم کردن 25 دقیقه ورزش شدید داشتن، به گونه ای که در 4 دقیقه اول حد اکثر ضربان قلب روی 90% تنظیم می‌کردن، بعد 3 دقیقه یک ورزش آروم‌تر به صورتی که ضربان قلبشون روی 60% حد اکثر باشه، 65%، بعد دوباره 4 دقیقه روی 90%، دوباره 3 دقیقه روی 65%، 4 دقیقه روی 90%، 3 دقیقه روی 65% و آخر دوباره 4 دقیقه روی 90%. این میشد ریتم کامل گروه HIIT. تمرینات ورزشی برای هر سه گروه به مدت 6 ماه و هر هفته 3 جلسه انجام میشد و شرکت کنندگان آزمایش های مختلفی میگرفتن، مثل تست های حافظه، آزمایش خون و MRI مغزی، که این تست ها هم قبل از شروع ورزش ها گرفته میشد هم بعد از انجام تمرینات، و بعد از اون هر سال یک بار تکرار میشد به مدت 5 سال. یعنی به طور کلی 6 سال این افراد زیر نظر بودن. قبل از اینکه بریم سراغ اعلام نتایج، اگه تا اینجا از این ویدیو خوشتون اومده با لایک کردن از این ویدیو حمایت کنید. اگر تازه به کانال اومدید و از اینجور ویدیوهایی که در مجله پزشکی دکتر نیما میبینید خوشتون میاد با سابسکرایب کردن میتونید ویدیوهای بعدی رو از دست ندید و حتما نظراتتون رو و تجربیاتتون رو توی بخش کامنت بنویسید که من و بقیه بتونیم ازشون استفاده کنیم. در بررسی نتایج محققان این آزمایش متوجه شدن که فقط سبک ورزشی هیت تونسته تأثیرات خوبی رو در عملکرد حافظه و یادگیری مغز ایفا کنه. باعث میشه که
هورمون هایی در مغز ترشح بشه که سلول زایی رو افزایش بده و ایجاد ارتباط بین سلول های عصبی رو هم افزایش میده و این باعث میشه که حافظه و یادگیری طبق این ورزش رشد بیشتری داشته باشه. تأثیرات مثبت روی عملکرد مغز به خصوص در ناحیه هیپوکامپ فقط حاصل 72 جلسه تمرین 45 دقیقه‌ایه و این تأثیرات مثبت تا 5 سال توی مغز باقی میمونه. این خیلی دستاورد خوبی برای 6 ماه تمرین کردنه. در بین شرکت کنندگان عده‌ای بودن که در تست‌های اولیه وقتی هنوز ورزش‌ها شروع نشده بود عملکرد بسیار ضعیفی داشتن، به خصوص در تست‌های حافظه. میشه گفت که این افراد شانس بسیار بالایی داشتن برای اینکه در آینده به بیماری زوال عقل مبتلا بشن. اما وقتی که این افراد ورزش به سبک هیت رو انجام دادن، نتایج تستاشون به شدت بهتر شد و نمرات بهتری گرفتن. این نشون میده که ورزش کردن به سبک هیت نه تنها میتونه روند ایجاد پیری و زوال عقل رو متوقف کنه، بلکه میتونه حتی این روند رو برعکس هم بکنه. البته در گروه MIT یا ورزش متوسط هم بهبودهایی دیده شد، اما در قیاس با عملکرد گروه HIIT بسیار کمتر و ناچیز بوده. حتما این سوال توی ذهنتون ایجاد شده که انجام فعالیت‌های ورزشی سنگین در کسانی که سن زیادی دارن بسیار سخته و با محدودیت‌های زیادی همراهه، و این کاملا درسته. این نشون میده که اگر میخوایم مغز سالمی داشته باشیم، در سنین بالا حافظه بالایی داشته باشیم، یادگیری بالایی داشته باشیم، باید رسیدگی به مغزمون رو از سنین پایین تر شروع کنیم. خبر خوب اینه که تأثیراتی که روی مغز گذاشته میشه توسط این ورزش ها مدت زمان زیادی باقی میمونه. همونطور که گفتم فقط 6 ماه تمرین کردن 5 سال تأثیرش باقی مونده. پس اگر ما از 20 سالگی یا از 30 سالگی این تمرینات رو شروع بکنیم به سلامت مغزمون کمک زیادی خواهیم کرد و مطمئنن در سنین بالاتر این اثرات باقی میمونن و زندگی ما رو راحت تر میکنن. جدا از این یک خبر خوب برای کسایی که نمیتونن ورزش های سنگین انجام بدن اینه که اینطور نبوده که ورزش سبک یا LIT هیچ تأثیری روی عملکرد مغز نداشته باشه. 30 دقیقه تمرین سبک کششی و تعادلی شاید باعث بهبود چشمگیر عملکرد مغز نشه، اما در مقایسه با کسانی که هیچ تمرینی نمی‌کنن، تمرین LIT میتونه باعث کاهش سرعت تخریب مغز و حتی ثابت موندن عملکرد مغز بشه. این برای کسانی که به هر دلیلی، به خاطر هر محدودیتی که دارن، نمیتونن ورزش‌های سنگین انجام بدن، خیلی خبر خوبیه. بریم سراغ آموزش این که چطور هر ورزشی رو که دوست دارین طبق متد هیت انجام بدیم. برای این کار اول باید ضربان قلب حداکثرمون رو به دست بیاریم که همونطور که گفتم با توجه به سن تعیین میشه. برای کسی مثل من که 27 سالشه 220 نهای 27 عدد 193 میشه. حالا کافیه عدد 193 رو ضرب در 90% کنم که به عدد 174 میرسم، و یک بار دیگه عدد 193 رو ضرب در 65% میکنم که به عدد 125 میرسم. حالا که ضربان قلب هدفم رو پیدا کردم، فقط نیاز به یک ساعت هوشمند دارم که ضربان قلبم رو نشون بده و هر ورزش رو میتونم انجام بدم. فقط کافیه در 4 دقیقه اول جوری ورزشتون رو انجام بدید که در 4 دقیقه اول ضربان قلبتون به اون عدد بالاتر برسه و روی اون عدد ثابت بمونه، و بعد از اون 3 دقیقه استراحت یا وقفه دارید که ضربان قلبتون رو روی عدد پایین تر تنظیم میکنید. شاید اولا به نظرتون خیلی عجیب و سخت بیاد که هی حواستون به ساعت باشه، اما مطمئنن چند جلسه که این تمرین رو انجام بدید خودتون متوجه میشید که با چه سرعتی باید بدوید یا شنا کنید یا هر تمرین دیگه‌ای که ضربان قلبتون روی 90% بره، و با چه ریتمی تمرین کنید که بیاد روی 65%، و این شما رو به بسیاری از هدف‌های سلامتیتون، چه در مغز، چه در قلب، چه در ریه و در سایر نقاط بدن میرسونه. مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. بر روزتون بفرستید. خدافظ.